خب سلام همه دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه احمد رضا فلسفی هستم امروز برگشتیم با یک بازیکن دیگه حدس بزنید چه بازیکنی بازیکنی که با 222 میلیون یورو که گیوم قیمت ترین بازیکن تاریخ فوتبال شد از بارسلونا رفت پاری سن بله نیمار دا سیلوا سانتوس جونیور بازیکنی که خیلی دریب میزنه چند تا دریبله مشهور دارین که به بازیکن چیپ میزنه حرکت پلر رو زیاد میزنه حرکت وی رو زیاد میزنه تا اونجایی که یادمه یه پا خوبی میزنه لایی خوب میزنه لای می حالا امروز یه چندین دریبلاش رو جمع کردیم و میخوایم به شما نشون بدیم ما هم بیشتر روی بازیکنه که زیاد دریب میکنن فوکوس میکنیم یعنی روی بحث فوتبالیش ما کاری نداریم. پس بریم که داشته باشیم خب کلیپش رو شروع بکنیم نیمار جونیور که فوتبالش هم از سنتوس شروع کرد و بسیار هم تو همون تیم مرش خب اولین دریب بله اولین دریب همین حرکت وی هست که حالا حرکت ویش رو با بغل پا میره میکشه عقب دو نفر رو حذف میکنه حالا جایش که خوب باشه دوباره تکرار میکنه میبینیم این هم حرکت یه سوپ خوب کرد دوباره حرکت وی حرکت حرکت ویشو با بغل پا میره حالا ما گرم بازار بیشتر با کف پا میره حالا تفاوت آنچنانی نداره دریب سوم چیپ میزنه به حریفش لب خط با یه تقه چیپ ماننده حرکت چهارم پاس میده برایش با حرکت پله که میتونه راحت بده ولی خب اونقدر مطمئنه که ارتو بعضی اوقات میگه آقا من اینطوری راحت میتونم پاس بدم و بیشترم میره توی جر. حرکت پنجم سر توپ میزنه اینجا زمانی که سنتوز بوده سنتوز اوج خلاقیتش بوده دیگه اوج اکثرا بازیکنان توی تیمای اولشون خیلی بیشتر ریسک میکنن اینی که رقص برزیلی میره پشت تو بدونی که به توپ اصلا دست بزنی میبینی اینا جز خلاقیت یه بازی کنه یه پا دو پا سر توپ چوب چوب چهار نفر قشنگ دریپ که یه بار دیگه اینو ببینی نگاه کن یه پا دو پا یه چوب میزنه یه سر توپ یه سر توپ بعد سرعت سرعتش هم خوبه ولی قاعدتا بدن آنچنانی نداره میبینی با دو تا چوب یه چوب دو چوب که حالا نصفه حرکت V هست دوباره لبه خط لای میزنه که این هم دربل دریبل هست تا حالا هر نه تا صحنه نه تا دریب داشتیم از را. وای چه چوپی زد هم لایی شد هم دریبل ببین مثلا همینجا نکنم یه بار دیگه این شماره ده رو با هم ببینیم مثال میزنم و فرق یه بازیکنی که قدرت دریبلینگ داره و قدرت مثلا همینجا اگه توپ میگره میگیره بازیکن عادی غالبا توپ میگره میگیره یا بدن میذاره حالا یا پاس میده به ولی خب یه بازیکن خلاق چیکار میکنه میدونه حریف پشتش دفاعش پاش احتمالا باز میشه یا میتونه از بغلش دیپ دو بزنه با یه دونه حرکت بغل پای چوب از حریف رد میشه و قدرت ریسپیزری هم داره چون قبلا بارها امتحان کرده و اینه که بعدش میتونه ایجاد خلق موقعیت بکنه چقدر میتونه این بازی کن این هم زمانی که سنتونز به سنتونز بود بسیار عادی بود خیلی بیشتر حرکت من میدیدم حرکت گیرم باز سر توپ دوازده تا دریبل از دوازده تا صحنه یا کن راحت ریلکس دوتا بازی کن و دوباره یه حرکت وی میزن سنتونز بود با پشت کمرش پاس میده دوباره یه دونه همون پشت بندش پله میره ببین ریسک ها اینجور حرکات تو زمینه بازی این فکر نکنین که حالا راحت خیلی ریسکی ولی خب اینقدر مطمئن باشین حرکت 14 هم دریب کرد حرکت پونزه هم این بدن هم مقایسه کن به نسبت بقیه از همه شیلنگی تره ولی راحت دریب میکنه حرکت زیدانی میزنه بله از دو تا دو بالا سر چیپ میندازه سر توپ هوایی زمانی که سانتوس بود بهترین بازیکن سال آمریکا جنوبی هم شد اون سالی که سانتوس بود سال 2011 اگر اشتباه نکنم دوباره همون سر توپ مخصوص خودش که این اکثر تکنیکاش از همون زمان سانتوس هست که میاد دیگه تو بارسلونا تستش میکنه و بیشتر دیده میشه تو سانتوس هم خیلی میزد ولی خب اونقدری که تو بارسلونا بود دیده نمیشه و چجوری میشه یه بازیکن از سنتوز میاد بارسلونا با خب بازیکن خلاقی باید باشی بازیکنی باشه باشی که ریسک و حرکاتت هم میگیره پس یه بازیکنی که معمولی هست شاید اینطوری پیش کنه ولی همچین بازیکنی معمولاً تو چشم هست میر اینطوریه سعودش به که سیر سعودش اینطوری باشه اینطوری میشه فوتبال فقط بغل پا نیست یه بله باید اینو درست بشه ولی این وظیفه هر فوتبالیستی که بغل پاش خوب باشه حرکت 19 دوباره یعنی باید سعی کنیم چیزی فراتر از یک فوتبالیست معمولی و بغل پازن باشه وای گلر رو نگاه کنیم دو دیریبل دو طرفه به گلر میزنه تو این بانکی تحت فشاره لایی لایی زدن که مخصوصشه نیمار دوباره سر تو چیپ میزنه زمانی که سنتوز چقدر قشنگ چیپ میزنه یعنی اوج حقارت دفاع او لیزی که میخوره نگاه می کن دیگه بلندم نمیشه حرکت 24 اوم. این یه پا معروفش هست که با پای با یه پا کف پا میکشه با اون یکی پا میبره حرکت پله که از بس دیگه زده می‌بینی که از سنتوز می‌زده خب حالا قاعدتا میدونه هر وقت بزنه می‌تونه بزنه این ای کاری یه شب دو شب هم نیست دوباره وی می‌زنه می‌بینی اکثر حرکاتش از زمان سنتوزش انقدر تمرین کرده که مثلا من راحت آکا بخوام بزنم 100 درصد مطمئنم می‌زنم یعنی هم چه حالتی انقدر شما می‌زنی که مطمئن است. دوباره چیپ می‌زنه به حریف تیم ملی برزی دو تا دو چقدر زیباست رقص پای خودش یه آدم هم از این کارا می انجام میده طرف رو سرگرم میکنه بعد این یهو میزنه تو فاز سرعت او لایه نگاه لایه نگاه چی سوسکی رد میکنه دریبل سیوم لایی نه همه جز دریبه لایی جز گرموه یه پا دو پا. دوباره چون باز هر کدوم از این حرکات اگه متوجه نشد میتونم من آموزش رو براتون با اسم موشن بذارم هر, هر کدوم ثانیه شو میتونی بینیم سی توی کامنت برای من که من ببینم پاس رونالدینی البته از خیلی از بازی کنه ای هم الهام کنه آه این استوب معروفش هم هست که فرشاد احمدزاده زمانی که لحظان بود همشه استوبی رو انجام میده استوپش میبینی با پشت کمر میگیره کاملا فری استایل یعنی تو زمین فوتبال داری فری استایل تمرین میکنی فیسا منظورم هم نیست همین حرکات فیسایلی ما فیسا یعنی آزادی خلاقی آزادی اینجا چهار نفر پنج نفر دیریب که یه چوب بعد اینجا رو نگاه کنید تا آخرین لحظه میزنه سمت راست و چپ یعنی تا آخرین لحظه که حس میکنه دفاع داره پا میندازه میزنه سمت چپ سمت راست یه بار دیگه رو نگاه کنیم این خودش یه تکنیک ها نگاه میزنه سمت چپ میزن سمت راست تا آخرین لحظه که پا داره میاد که حریف دیگه نا... اونجا قدرت برگشت نداشت رو میزن سمت چپ سمت راست میگم بعضی موقع حسی میاد بعضی موقع مساله تجربه میاد این سمت چپ و راز زدن اوه نگاه کن نگاه از بالا سر بود یه مت بالا اون اومد حرکت سی و هفتم هست همش دیری بوده تا اینجا دوباره همون حرکت خود میبینید این همون حرکتی که یه بار براتون توضیح دادم پس مطمئن نمیزنه و یه نفر دو نفر شما دیریب کنی قاعدتا حریف های جلوته آزاد میشه خلق یاد میشه و ببینید دیریب دو طرفه با زانو دوباره دو تا سر تو به دیگه هم زن این دیریب رو نگاه کنیم، من یادم نگاه کنه که از شانسی نیست میزنه چکوشیش میکنه رد میکنه از. یه وی یه وی باره آه اینجا رو نگاه کنید اینجا رو من یه بار دیگه توضیح بدم این یکی از تریک های خیلی خوبه که شما میتونید استفاده کنید شما وقتی داری میدوی حریف هم داره کنار دیدو سعی کن همیشه مسیر رو قطع کنی که حریفت بیفته پشتت بغل باشه تو رو میزنن یا مزاحمت ولی وقتی از مسیرش رو قطع کنی کن من یه بار دیگه از اول بزنم این وایسی اینجا نگاه کنید نیمار الان مسیر رو قطع میکنه و اگر هم طرف به نیمار فشار وارد بکنه خطا ایجاد میشه یعنی میتونه خودش رو بنده زمین این یکی از تریکای خیلی خوب است که تو وقتی حریفت کنارت داره هم حریفت داره تعقیبت میکنه کنارت 6 حرکت دیگه میبینیم که 50 تا حرکت بشه مینی اوه اینم حرکتی که میزنه فکر رابونا بنام هم رو گذاشتم حالا اگه بخواهیم لینکش این بالا میذارم نیه کنی؟ فکر رابوناس؟ سمت راست چپ نه راست نه چپ ولی با الاستیکو میره سمت چپ اینجا حرفه تو چی بنداختن به حریفاش دوباره حرکت پله میبینید همه حرکات خودشه با تیمای مختلف بازیکنه مختلف می مطمئنه حتما داشته باشید حرکت ویژه که بارها تمرینش کرده باشید باعث برندینگتون هم میشه توی فوتبال که یکی از عوامل خاص شدن تو. سر توب بوده خدا بود و حرکت آخر این قسمت هم ببینیم با هم داره سپوبر میره آخرش رو لستیک ببینیم اوه! داره میرخصه قشنگ این حرکت آخر هست حرکت پنجا یکم یه بار دیگه ببینیم میبینیم می انگار داره میرخصه هم سرش کار میکنه هم زانوش بعد میزنه سمت چپ رابوناش میکنه و حریف دومش هم میکنه میکنه آره دیلی آدم دلش نمیاد قطع کنه کلیپو او خدای من دلم نمیاد قطع کنم اینم لایه دیگه خب به حال من بگم تا اینجا کافیه این چیپ و نگاه کن تو رو وای خدا اصلا قدرت چیز نداره قدرت ضربه بزن. یعنی فاصله یه, یه سانتی فقط جا پیدا کنه نوکه که باش بره زیر تو یه متر اون میاد پایین اینم هم حرکت معروفشه که تو جامعه جهان جهانی بود اگه اشتباه نکنم ز. خلاصه آدم که سیر نمیشه من شاید یه قسمت دوم از نیمار بذارم چون واقعا جذاب ما حالا بعدی حالا احتمالا ایما پارت دو بزنیم یا نذاریم حالا معلوم نیست ولی احتمالا بذارم چون دریبل خیلی خوبی داره منم بیشتر بازی کنه مد نظر دارم که دریبل خوب میزنه خب حتما فراموش نکنید لایک بکنید سابسکرایب بکنید زنگوله هم فشار بدید تا هر وقت ویدیو جدید من منتشر کردم براتون پیام بیاد و اینکه به من بگید حتما بازی کنه بعدی چه بازی کنی باشه احتمالا نیمارم یه پارت تو براش بریم چون دی... بازی که خیلی زیاد دریب میزنه دریبلاش هم مختلف هست و بازیکن خلاقی هست و چیز من دنبال بازیکنایی هستم که دریب زن هستن